این هفته آواز خوانی برای رای، بیرون رفتن از اداره و اوج گرفتن. تأثیر فیسبوک بر انتخابات به موضوع بزرگی تبدیل شده. دنیا هنوز داره درباره حد و حدود نقشی که فیسبوک در پیروزی دونالد ترامپ در سال 2016 بازی کرد بحث میکنه. جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات پیش رو، بارها نسبت به عدم اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ سلامت انتخابات هشدار داده. اما در حالی که دنیا سرگرم صحبت درباره فیسبوک و توییتر بوده، یک شبکه اجتماعی دیگه به سرعت رشد کرده، تیک تاک. با اینکه همین چند سال پیش راه اندازی شد، اپلیکیشنش تا حالا بیش از 2 میلیارد بار دانلود شده. ترکیبی جذاب از ویدیوهای خنده‌دار و آخرین حرکات رقص مورد توجه کاربران جوان قرار گرفته. ما تصمیم گرفتیم بررسی کنیم که به عنوان یک رسانه اجتماعی و بستری برای محتوای سیاسی هم میتونه روی تاریکی داشته باشه یا خیر. تیک تاک جای خوبیه برای سرگرم شدن و بروز خلاقیت. فلسفهش به طور کلی دور موسیقی، لب زدن و البته رقصیدن شکل گرفته. قرار نیست یک فضای سیاسی باشه، قرار بود صرفاً فضایی باشه برای موسیقی، یعنی اول کار همچین شکلی داشت. تیک تاک پارسال تبلیغات سیاسی رو ممنوع کرد، اما محتواش هی داره سیاسی تر میشه و دیگه خیلی نمیشه کمدی، سرگرمی و سیاست رو از هم جدا کرد. کاربران تیک تاک ادعا کردن که به هم زدن برنامه انتخاباتی دونالد ترامپ در تولسا کار اونا بوده، با اینکه میدونستن نمیخوان برن، کلی از صندلی‌ها رو رزرو کرده بودن. حالا قدرت سیاسی این شبکه اجتماعی توجه مردم رو به خودش جلب کرده، اما نفوذش در واقعیت چقدره؟ کاربران تیک تاک جوونن، حدود 2/3شون زیر 30 سالشونه. توفر 29 سالشه که با معیارهای تیک تاک عتیقه محسوب میشه. همیشه به هم میگن اوکی بومر، یه جورایی یعنی پیر. منم بهشون میگم فکر کنم اشتباه میکنین. توفر ترکیب نامتعارفیه. او رپر و مفسر سیاسی محافظه کاره. او تا 6 ماه پیش فالوورهای چندانی روی شبکه‌های اجتماعی نداشت، اما یهو ترکید و حالا حدود 500,000 فالوور داره و ویدیوهاش میلیون‌ها لایک گرفتن. مرتب به مردم میگم که تیک تاک میذاره جور دیگه ای درباره اخبار فکر کنیم. بعضی امکاناتی که داره مثل پرده سبز برای ویدیو و عکس امکان میده که همزمان با صحبت درباره مسائل روز منابعمون رو هم نشون بدیم و تماشای ویدیوهای 1 دقیقه برای کاربرهای شبکه‌های اجتماعی مثل خوردن ذرت بوداده است. استفاده از تیک تاک راحت و سرگرم کننده است و ابزارهای خلاقانه‌ای برای ساخت محتوا به کاربران میده و دقیقاً از همین ابزارها برای ساخت ویدیوهای سیاسی هم استفاده شده. سابرینا هاکی، یکی از نامزدهای کاندیداتوری حزب دموکرات در کنگره، از حوزه شمال غرب ایندیانا بود. او تا قبل از اینکه این ویدیو رو در تیک تاک منتشر کنه، فالوور چندانی در هیچ کدوم از شبکه‌های اجتماعی نداشت. این ویدیو بیش از 300,000 تا لایک خورده. معمولاً از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار میره که تا این اندازه مورد توجه قرار بگیرن. تیک تاک برای کسایی که میخوان پیامشون رو خیلی ساده منتقل کنن یه مسیر عالیه. دلیلش هم اینه که این شبکه کلاً برای چیزی شبیه یه پیام 2 ثانیه‌ای طراحی شده که البته همون چیزیه که من علیهشم، ولی در این حال جواب میده چون توجه مردم رو جلب میکنه و شاید دقیق‌تر به مواضع سیاسیتون نگاه کنن. اما محبوبیت در تیک تاک باعث پیروزی او نشد. اتفاقا شکست سختی هم خورد که شاید نشون میده محبوبیت در تیک تاک لزوماً به رأی بیشتر در صندوق منتهی نمیشه.
اما تیک تاک از ابتدا برای سیاست طراحی نشده بود. ترکیب ویدیوهای کوتاه و کاربران جوان میتونه فضای خوبی برای نشر اخبار دروغین و موضوعات افراطی درست کنه. گفته میشه در جریان اعتراضات به مرگ جورج فلوید، مردی که میگفته با یک گروه مسلح افراطی لیبرتریان به نام بوگالو بویز ارتباط داره، یه مأمور امنیتی دولت رو با شلیک گلوله کشته. او حالا به قتل عمد متهم شده. هدف این گروه اینه که خودش رو برای مبارزه مسلحانه با دولت آماده کنه. اعضای این گروه معمولاً پیراهنهای هاوایی میپوشن و تقریباً همیشه کلی سلاح حمل میکنن. تیک تاک سعی کرده تا با حذف هشتگ بوگالو ویدیوهای مربوط به این گروه رو پاک کنه. اما ما تونستیم با استفاده از یه هشتگ دیگه بوگالو این ممنوعیت رو دور بزنیم و کلی ویدیوی اسلحه پیدا کنیم. نکته جالب درباره این شبکه اینه که انگار رفتین غرب وحشی. رئیس مؤسسه میدیا ماترز چند ماه پیش بود که برای نخستین بار متوجه افزایش این نوع محتوای افراطی شد. برای دور زدن مؤثر این ممنوعیت دو راه داشتن. یکیش این بود که الگوریتم تیک تاک نمیتونست اسلحه رو در ویدیو تشخیص بده و دیگه این که نمیدونست بوگالوها دقیقاً از چه اصطلاحاتی استفاده میکنن. برای همین با وجود ممنوع بودن کل شبکه پر بود از محتوای بوگالوها. البته وقتی مشخصاً بهشون اشاره شد ویدیوها رو حذف کردن. خب این عین غرب وحشیه، قانونی نداره. البته آخرش قوانین رو بروز کردن. وقتی ما این ویدیوها رو به تیک تاک نشون دادیم حذفشون کردن. تیک تاک با انتشار اطلاعی به بی بی سی گفت محافظت از کاربران برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. همانطور که در قوانین ذکر کرده ایم، تبلیغ عقاید نفرت آلود در تیک تاک ممنوع است و تمامی حساب‌های کاربری و ویدیوهایی که ناقض این قوانین تشخیص داده شوند حذف خواهند شد. البته این مشکلات به تیک تاک محدود نمیشه. فیسبوک به شدت به خاطر برخوردش با محتوای افراطی مورد انتقاد قرار گرفته. نحوه برخورد این شرکت ها با این مسئله اهمیت خیلی زیادی برای انتخابات پیش رو داره. ما در حال حاضر نمیدونیم که تیک تاک در چند سال آینده چه تأثیری روی انتخابات ها یا سیاست به طور کلی میذاره. پایگاه کاربری این اپلیکیشن بسیار بزرگه، اما در حال حاضر نحوه رسیدن اطلاعات به کاربران این شبکه اصلا شفاف نیست. برای همین این اپلیکیشن و همینطور کاربراش باید مشخص کنند که امسال چه برنامه‌ای برای کارزارهای پولی دارن. این هفته گوگل از برنامه‌اش برای اتصال آمریکا، بریتانیا و اسپانیا از طریق کابل‌های جدید خبر داد. این شبکه کابلی که زیر دریا نصب میشن مقاوم‌ترن و به گوگل امکان میدن خدماتش رو بهتر و سریع‌تر عرضه کنه. استودیوی فیلمسازی یونیورسال قرارداد جدیدی با سینماهای زنجیره‌ای AMC بسته که طبق اون فیلم‌های جدید رو زودتر در خدمات استریمینگ عرضه کنن. پیش از این فیلم‌ها حدود 3 ماه بعد از اکران روی این شبکه‌ها عرضه می‌شدن، ولی حالا قراره این زمان به 17 روز کاهش پیدا کنه. و CES یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های محصولات الکترونیک که هر سال با حضور هزاران نفر در لاس وگاس برگزار می‌شد، قرار سال 2021 کلاً به صورت آنلاین برگزار شه. این هفته همینطور رؤسای اپل، آمازون، فیسبوک و گوگل از طرف نمایندگان کنگره آمریکا به سوء استفاده از قدرت متهم شدند. تیم کوک، جف بزوس، مارک زاکربرگ و ساندار پیچای از عملکرد شرکت‌هاشون در عرصه نوآوری که دنیا بهش احتیاج داره دفاع کردند. مقامات آمریکا قصد دارن شرکت‌های بزرگ فناوری رو با اعمال قوانین تازه‌ای محدود کنند. بعضی از منتقدین حتی از چند پاره کردن این شرکت‌ها صحبت می‌کنند. گزارش شده هکرهایی با حمایت دولت چین به رایانه‌های واتیکان نفوذ کردند. این ادعا توسط یک شرکت آمریکایی امنیت سایبری در آستانه دیدار حساسی بین واتیکان و چین برای انتصاب چند اسقف در این کشور مطرح شده. چین در مقابل این اتهامات رو بی اساس دونسته. شرکت اسرائیلی استوردات شارژ فوق‌العاده سریع باتری یک پهپاد تجاری رو به نمایش گذاشته. به گفته این شرکت، شارژی که معمولاً 60 تا 90 دقیقه طول می‌کشه، در عرض 5 دقیقه تکمیل شده. استوردات میگه این فناوری به پهپادهای بازرگانی امکان میده بدون اینکه مجبور باشن برای شارژ به مرکز برگردن، به کمک ایستگاه‌های شارژ
به پروازشون ادامه بدن. و در آخر اسپات، سگ ربات بوستون داینامیکس، این هفته با یک مأموریت تازه و اسم تازه برگشته. شرکت فورد دو تا از این سگ‌ها رو اجاره کرده و اسمشون رو فلافی گذاشته. این سگ‌ها با 5 دوربین محوطه کارخونه‌ها رو پیمایش می‌کنن تا به کمک اونا تصاویر 360 درجه سه‌بعدی بسازن. از این تصاویر برای چیدمان بهینه کارخانه‌ها و افزایش بازدهی تولید استفاده خواهد شد. با ادامه قرنطینه در بسیاری از نقاط دنیا، اینترنت به منبع اصلی سرگرمی برای بسیاری تبدیل شده. ما می‌خوام به همین بهانه چند تا وبسایت بهتون معرفی کنیم. طرفداران تئاتر موزیکال میتونن در کانال یوتیوبی د شو ماسکوان از کارهای اندرو لوید وبر لذت ببرن. هر جمعه ساعت 7 شب به وقت لندن یه برنامه جدید روی این کانال میره و برای 48 ساعت میشه مجانی اون رو تماشا کرد. اما وبسایت metopera.org هر شب یک اپرای جدید داره. شما 23 ساعت برای تماشای مجانی هر اپرا وقت دارید، اما بعدش باید بابت تماشای برنامه قدیمی پول بدید. تالار اپرای سلطنتی لندن هم داره اپراها و باله‌هاش رو به طور کامل و مجانی روی کانال یوتیوبش پخش میکنه. تئاتر ملی لندن هم هر هفته با پخش محتوای جدید در یوتیوب مردم رو در قرنطینه سرگرم کرده. هر پنجشنبه ساعت 7 شب به وقت لندن یک برنامه کاملا تازه پخش میشه و به مدت 7 روز هم قابل دسترسه. یک سری سرگرمی های اضافی هم برای لذت بردن دسته جمعی از این برنامه وجود داره، مثل این راهنما برای برگزاری یک مهمانی با تم رویای نیمه شب تابستان با حضور بعضی از شخصیت ها. اگه نتفلیکس دارید و ترجیح میدید با دوستانتون با هم نگاه کنید، میتونید سری به netflixparty.com بزنید. و شبهایی که خیلی حوصله معاشرت ندارید ولی هنوز میخواید یه جور دنیای بیرون رو تجربه کنید، میتونید با رادیوهای محلی همراه بشید. از موسیقی و گفتگو گرفته تا اخبار محلی و وضع هوای اقصا نقاط جهان توشون پیدا میشه. در دوره قرنطینه راهی امن‌تر از این برای سفرگیریتون نمیاد. سایت ویمیو چیزی شبیه به یوتیوبه، اما با محتوای حرفه‌ای تر. برای اینکه در بین میلیون‌ها دقیقه ویدیو گم نشید، این سایت بخشی رو به عنوان برگزیده‌ها جدا کرده. مجموعی تمام نشدنی از فیلم‌های کوتاه، انیمیشن و البته فیلم‌های بلند با محتوای خوب و کیفیت تصویری عالی. یکی از مشکلات صنعت تولید فیلم در ایران پخش غیرقانونی فیلم‌ها در اینترنته. سایت IMDb Box چند سالی میشه که برای پخش قانونی فیلم‌های ایرانی داره کار می‌کنه. برای تماشای فیلم‌ها نیازی به نام‌نویسی نیست، اما اگه بخواید فیلم‌ها رو با زیرنویس ببینید، باید حق اشتراکی معادل 2.5 دلار در ماه بپردازید. فیلم‌های ایرانی به 20 زبان زیرنویس شدن. پس اگه کسی رو می‌شناسید که فارسی بلد نیست و می‌خواد فیلم ایرانی بهش معرفی کنید، این سایت گزینه خوبیه. یک بخش هم برای تئاتر ایرانی داره که نمایش‌های معروف رو میشه توش پیدا کرد. در سایت اوپن کالچر میتونید 1150 فیلم رو به طور رایگان تماشا کنید. از فیلم‌های کلاسیک تاریخ سینما گرفته تا فیلم‌های مستقل و مستند و انیمیشن. در این بین حتی فیلم‌های برنده اسکار از کارگردان‌هایی مثل تارکوفسکی گرفته تا چارلی چاپلین رو هم میشه پیدا کرد. این سایت علاوه بر فیلم، فهرست خوبی هم از کتاب‌های الکترونیک و دوره‌ها و کلاس‌های رایگان در حوزه فرهنگ و هنر فراهم کرده. قرنطینه باعث شد که تعداد کسانی که از خونه کار میکنن افزایش پیدا کنه. اما اگه شما از زوم خسته شدید، راه‌های دیگه برای جلسه گذاشتن هست. همکار ما کریس فاکس نگاه انداخته به کارهایی که میشه با واقعیت مجازی انجام داد. یه هفته پیش واقعا برام سوال بود که کی ممکنه برای کار و تماس ویدیویی سربند واقعیت مجازی بزنه؟ چرا مثل بقیه روی نمایشگر این کار رو نکنه؟ اما راستش بعضی از اپلیکیشن هایی که دارن ساخته میشن واقعا شگفت آورن. این اسپیشاله. کارش ایجاد فضایی برای گرد همایی مردم.
حالا چه با سربند واقعیت مجازی چه بدون اون. کسانی هم که سربند ندارن میتونن از طریق دوربین رایانه‌شون بیان تو جلسه، مثل زویی که روی یه دیوار تصویری بزرگ دیده میشه. کسایی هم که سربند دارن در قالب این آواتارهای سه‌بعدی ظاهر میشن. فقط کافیه یه عکس بارگذاری کنم یا با دوربین یه عکس بگیرم تا به یه آواتار سه‌بعدی تبدیل بشه. برای دستام از رنگ پوست خودم استفاده میکنه. ببینید چقدر دقیق طرح کلی بدن من رو از یه عکس دوبعدی استخراج میکنه. در ضمن برای خنده تصمیم گرفتم یه آواتار هم با عکس یه سگ درست کنم. اینهاش، ببینیدش. ما الان همگی با هم تو اتاق جلسه جمع شدیم و میتونیم عکس و فایل دست به دست کنیم. یا حتی اجسام سه‌بعدی مثل این مدل از مریخ. این از خیلی جهات شبیه تماس تصویری ساده است، اما هرچی از حس متفاوتش بگم کمه. مخصوصا این حس که انگار واقعا با بقیه توی اتاق هستین و اگه بهشون نزدیک بشین حس بدی بهتون دست میده. اگه خیلی خیلی بهشون نزدیک بشین که دیگه واقعا ترسناک میشه، چون میتونین توی سرشون رو هم نگاه کنین و دندونها و کره چشماشون رو هم ببینین. زویی هم که با دوربین لپتاپش به ما پیوسته همچین فضایی رو تجربه میکنه. اول اینکه کل اتاق رو میتونه ببینه و آواتارهای سه‌بعدی ما هم جلوی اون دیوار ویدیویی راه میرن. راستش به نظرم تجربه شخصی تر و بعضن حتی خودمونی تری بود. اپلیکیشن دیگه‌ای که برخورد متفاوتی با مسئله داره ایمرسته، که مثل اسپیشال به شما اجازه میده تا در فضاهای مجازی با همکاراتون دیدار کنین و اونایی که با دوربین ساده در جلسه شرکت کردن رو روی دیوار ویدیویی نشون میده. تفاوت ایمرس اینه که در هر جایی میتونین از یه فضای کاری چند صفحه‌ای استفاده کنین. مثلا به جای اینکه تو آشپزخونه ویدیوام رو تدوین بکنم، میتونم برم توی کلبه در کوههای آلپ با حداکثر 5 نمایشگر مجازی. مثلا سناریو میتونه اینجا باشه، جدول زمانی تدوین هم اینجا، و در نهایت هم میتونم ویدیو در حال تدوین رو روی یه دیوار ویدیویی بزرگ پخش کنم. من این ویدیو رو که الان دارین تماشا میکنین محض امتحان در واقعیت مجازی تدوین کردم و عمدتاً این چیزا دستگیرم شد. یه نگرانیم این بود که تصویر نرم پخش نکنه، چون موقع تدوین خیلی اذیت میکنه. اما واقعا نرم بود و تصویر هم خیلی واضح و با کیفیت بود. نکته آخر این که کنترل همچین چیزی به خاطر اینکه سربند زدین و دستاتون رو نمیبینین خیلی سخته. برای همین مجبور بودم از زیر سربند دید بزنم تا دقیقا بفهمم که دستام رو درست کجای صفحه کلید گذاشتم. تو فضای مجازی با رنجی بای جوی، بنیانگذار ایمرس، صحبت کردم و از او درباره چیزهایی پرسیدم که برای بهتر کردن نسل بعدی این سربندها لازمن. سربندهای سبک‌وزن قطعاً ضروری خواهند بود. ما راستش الان داریم روی یه نوع فناوری ردگیری کار میکنیم که از دوربین لپتاپتون برای ردگیری دستهاتون در فضای سه‌بعدی استفاده میکنه تا کاربر دیگه مجبور نباشه چشم بسته تایپ بکنه و بتونه دستهای مجازیش رو هم ببینه. همونطور که گفتم اولش خیلی خوشبین نبودم. آیا کسی میره بشینه تو کافه و روی چند تا نمایشگر کار بکنه؟ نمیدونم. اما میدونم که این فناوری فقط میتونه بهتر بشه و فیسبوک داره میلیاردها دلار صرف طراحی و ساخت عینک‌های سبک واقعیت مجازی میکنه. ایده‌های خیلی جالبی مطرح شده و این حس که استفاده از واقعیت مجازی بهتون میده که انگار با بقیه توی اتاق هستین خیلی جذابه. در چند سال گذشته ما شاهد پیشرفت‌های بزرگی در حوزه سفرهای فضایی بودیم. چند وقت پیش شرکت بزرگ و معروف اسپیس اکس اولین فضانوردان خودش رو به ایستگاه فضایی فرستاد. اما فرقی نمی‌کنه که بخواید آدم به فضا بفرستید یا بار. به هر حال برای این کار باید موشک‌های گنده داشته باشید و سوخت زیادی مصرف کنید. در این حال سکوی پرتاب ویژه لازم داره و کلی زیرساخت دیگه روی زمین. مسئله اینه که مرحله اول سفر انقدر سوخت مصرف میکنه و محتاج چنان موشکای بزرگیه که آدم از خودش میپرسه آیا راه حل دیگه‌ای نیست؟ موشک ما بیش از 20 متر طول داره و وزنش هم بیش از 27 تنه. ما این رو میبندیم زیر بالای 747 و تا ارتفاع 3530 پایی بالا میریم. بعد خلبان سر هواپیما رو میاره بالا تا موشک در جهت درست قرار بگیره و ولش میکنه.
موشک هم متوجه میشه و بعد از چند ثانیه که خوب از هواپیما فاصله گرفته باشه موتورش خود به خود روشن میشه و بخش اول میسوزه، بعد بخش دوم از بخش اول جدا میشه و موشک رو در مدار قرار میده، یه دور کامل دور زمین میزنه و طبق روال یه بار دیگه روشن میشه و بعد هم بارش رو رها میکنه. سفر به فضا داره مرتب تجاری تر میشه و شرکت هایی مثل اسپیس اکس که صاحبش ایلان ماسکه حالا دارن با موشک هاشون آدم به ایستگاه فضایی میبرن. ما قبلا کارهای راحت رو کردیم، مثلا ماهواره به فضا فرستادیم یا آدم بردیم به ایستگاه فضایی. میدونیم که چطوری این کارها رو بکنیم، اما ایجاد یه پایگاه فضایی روی ماه یا حتی روی مریخ کار سخت‌تری و استفاده از این شرکت‌ها دست ناسا رو باز می‌ذاره تا روی اون پروژه‌ها تمرکز کنه. ویرجین اوربیت یکی از شرکت‌های منشأ از شرکت گردشگری فضایی ریچارد برانسونه که ویرجین گالاکتیک نام داره. مشغله اصلی گالاکتیک فروختن بلیت به مسافرانیه که دوست دارن یک سفر یک روزه بدون جاذبه رو در لبه فضا تجربه کنند. اما کار اوربیت پرتاب ماهواره‌های کوچک به فضا از هواست. اوربیت سال 2017 تأسیس شد و حالا کاملا از گالاکتیک جدا شده. اونا الان دارن یک 747 قدیمی شرکت ویرجین آتلانتیک به نام کازمیک گرل و یک موشک برای حمل ماهواره به نام لانچر وان رو آزمایش می‌کنن. این شرکت روز 25 مه 2020 برای اولین بار سامانه پرتاب هواییش رو آزمایش کرد. کازمیک گرل در حالی که لانچر یک با سوخت کامل زیر بالش بسته شده بود از بندر هوایی و فضایی موهاوی در کالیفرنیا به پرواز در اومد و به سمت اقیانوس آرام رفت. همه چیز خیلی خوب پیش می رفت. یه پرواز واقعا حوصله سربر بود. خلبان سر هواپیما رو بالا آورد و درست سر وقت موشک رو رها کرد. هواپیما طبق برنامه موشک رو انداخت ولی یک مشکلی پیش اومد. یه اتفاقی افتاد که در عمل باعث شد موتورهای اصلی موشک خاموش شن. اعضای تیم میگن از قبل میدونستن که شانس موفقیت این آزمایش 50-50 است. اما تأثیرات شگرف کووید 19 خیلی از صنایع از جمله صنایع هوایی رو ویران کرده. ریچارد برانسون داشت با دولت بریتانیا برای گرفتن یک وام تجاری مذاکره میکرد. اما آیا مشکلات دیگه گروه ویرجین تأثیری بر آمال و آرزوهای فضاییش داشته؟ تماس‌های ایمیلی، اس‌ام‌اسی و تلفنی من با ریچارد در 24 ساعت گذشته در درجه اول راجع به این بوده که کی ما فکر می‌کنیم آماده ایم، چه اطلاعاتی داریم و کی می‌تونیم این موشکی رو که پشت من قرار داره برای پرواز آماده کنیم. مشخصه که این تیم داره خودش رو برای یک پرتاب دیگه در آینده نچندان دور آماده می‌کنه. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید. به نشونه bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه‌های قبلی ما اونجا در دسترس هستند. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهی شما. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.